مراسم خاکسپاری محمد مرادی امروز در شهر لیون فرانسه برگزار می شود. مرادی پیش از پایان دادن به زندگی خود گفته بود که این کار را به منظور جلب توجه کشورهای جهان به خیزش انقلابی مردم ایران انجام می دهد. همکارم اشکان صفایی از محل خاکسپاری محمد مرادی با ما همراه تا برای ما بیشتر توضیح بده. پریسا، همین دقایقی پیش مراسم آخرین وداع با محمد مرادی در سالن پشت سر من انجام شد. مراسمی بسیار احساسی، در اون افراد خانواده، نزدیکان و دوستان محمد مرادی صحبت کردند. همسر محمد مرادی در حالی که گریه می کرد گفت که محمد تنها همسر او نبود، بلکه بهترین دوستش بود. او گفت که محمد سرشار از شور زندگی و علاقه به آزادی بود. به گفته همسرش، محمد هم همچون ژینا مهسا امینی کرد بود و گفت که امیدوار هست که نام محمد هم اسم رمز دیگری برای انقلاب مردم ایران بشه. و به گفته او، همونطوری که مرگ محمد بوعزیزی در تونس در واقع جرقه بهار عربی رو زد، او گفت که امیدوار مرگ محمد هم به انقلاب مردم ایران و به بهار ایرانی به گفته او کمک بکنه. مادر یکی از دوستان محمد مرادی هم سخنرانی کرد، در اینجا فرانسوی بود و اشاره کرد به علاقه محمد مرادی به ادبیات فرانسه و جمله ای رو گفت از یکی از نویسندگان مشهور فرانسوی، جمله ای که میگه جایگاه مردگان یا در واقع آرامگاه واقعی مردگان در قلب زندگان هست. باید گفت که الان در واقع تابوت محمد از اینجا تشییع خواهد شد به محلی که خاکسپاری قرار هست در اون انجام بشه. ممنونم از تو اشکان صفایی، همکارم که از محل برگزاری مراسم خاکسپاری محمد مرادی با ما همراهی می‌کردید.